با سلام و درود خدمت تک تک شما بینندگان خوب و عزیز شبکه جهانی تلویزیون ایران، امیدوارم در هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. در دفتر تلویزیون ایران در دبی هستیم و مطلع شدیم که یکی از هنرمندان عزیز در شهر هستند. از ایشون دعوت کردیم که چند دقیقه با هم یک گپ خودمانی در مورد آلبوم جدیدشون بزنیم. آقای علی مرشدی. یه روزی بی وفا نشی، تق میکنم اگه نیای، شما خوب هستین؟ یک خواننده جوان بسیار فعال که همیشه در حال ساختن موزیک ویدیوهای جالب و زیبا هستند با افراد مختلف و یکی از یکی قشنگتر و گیراتر. میدونم که آلبوم جدیدتون رو شرکت ترانه داره به بازار عرضه میکنه و آلموست الان همه جای دنیا هست. یه مقدار توضیح بدید راجع به این آلبوم جدیدتون. اول سلام کنم خدمت بیننده های شما و اینکه این آلبوم الان حدود خیلی طولانی شد اومدنش بیرون، قرار بودش قبل از عید بیاد ولی یه خورده کاراش زمان برد. الان دیگه فکر میکنم تو این هفته یه هفته آینده طریق شرکت ترانه بیاد بیرون. بله، چقدر خوب، چقدر خوب. خب میدونم که اگر یه مقدار طول کشید ولی در عوض با موزیک ویدیوهای قشنگی که همزمان به بازار ارائه میدید همراه. آره دیگه، الان چون دیدم به هر حال یه خود رقابت زیاد شده، منم یه خود وسواسمو بیشتر کردم. یعنی حدود مثلا 4-5 ماه پیش که همه چی رو تمام کردم داده بودم به وارتان، بعد زنگ زدم گفتم مثلا من میخوام یه تغییراتی بدم، دوباره تو لحظه آخر دوباره کارا رو یه سری تغییرات دادم توش که مثلا اونجوری که میخوام. مثلا من برای آلبوم اولم انقدر وسواس به خرج ندادم ولی الان دیگه چون خب تجربتون بیشتر آره شده، بیشتر آشنا شدین با اون چیزی که طرفدارانتون دوست دارن، اون چیزی که الان بیشتر کشش مرد داره. آره. بله دقیقاً، دیگه با اون شرایط مثلا موزیکای روز مثلا دوست داشتم همه نوع سبکی تو کارم داشته باشم. مثلا قبلا کار 6 و 8 یا کار مثلا شاد نداشتم، تو این آلبومم چند تا کار رو، بعد با یه کسای جدید آشنا شدم باهاشون کار کردم که بله. مثلا برام تازگی داشت، از سبک کارشون خوشم میومد و مثلا همیشه دوست داشتم باهاشون کار بکنم، تو این آلبوم از اونها استفاده کردم و حالا دیگه امیدوارم حالا کار که بیرون بیاد مردم هم خوششون بیاد. خب کیا هستن این افرادی که انتخابشون کردین و به اصطلاح وسواسی که داشتید رو احساس کردید با حضور اونها میتونی یک کار بسیار خوب ارائه بدید؟ نمیذارم تو رو ازم بگیرن، نمیره خاطراتت از سر من، همونایی که دور تو. از لحاظ مثلا ترانه سرا مثلا من کارهای مثلا آقای افشین یدالله‌ای دوست داشتم وقتی که اینجا ترانه هاشون رو مثلا میشنیدم، بعد که رفتم ایران باشون ارتباط برقرار کردم مثلا کار خیلی قشنگی ازشون گرفتم. در مورد مثلا کلیپ با بروبکس مثلا کار آخرشون سوسن خانم فکر کنم شاید دیده باشید. بله یه دونه از همین کارها که الان آوردم یه تیکه هایش بین یا آخر برنامه پخش بشه کلیپیه که با بروبکس کار کردم و بعد شاده؟ آره ترنسه تقریبا. بله. شعرش شاده. آیه عشق و حال من باش، این شب و تام صبح بیداری، ما واسه هم دیگه از امشب تا همیشه موندگاری. آیه عشق و حال من باش، این شب و بچه های موفقی هم تو ایران کارشون درسته. گرفته و خیلی بله. وسواس به خرج میدن تو کلیپ. بله. و اینکه ما الان بعد از اینم یه کار دیگه دارم باهاشون انجام میدم و از لحاظ خود شعر و آهنگا بچه‌ای که کار کردن مثلا بچه‌ای که بودن که امروز روز مثلا موزیکشون تو ایران جا باز کرده. بله درسته درسته، چون سبک این موزیک ها و
کلن موزیک ویدیوها تغییر کرده، کاره که برای بکس میگیرن مثلا بل. آره بیشتر مثلا حالت فان و مثلا کاره تو همون مثلا توی کار ما هم یه همچین کاری کردن. آره شیطونی میکنن توی آره. موزیک ویدیوشون و این رو خیلی دوست دارن جوان ها. آره مثلا تو همین سناریوی کلیپ ما که این کارگره دارن دور و بر من رنگ میزنن، قرار بودش که آخر کلیپ اینا سطل رنگو خالی کنن رو من. کردن این کارو. حالا شما آخر کلیپ رو ببینید، من دیگه انقدر سر فیلم برداریش مشکل داشتم، ولی مثلا به حمید و اینا میگفتم مثلا من نمیخوام رو صورتم رنگ. آخر مثلا سطل اول کارگره ریختش از اینجا من به پایین. بله. بعد سطل دومم از شر، ولی مثلا از گردن به بالا میگفتم با چون به هر حال سناریو بود، اول اینا موزیکو گوش میدن بر اساس اون مثلا یه سناریویی که بر اساس موزیک من داده بودن این بودش که مثلا من جایی مثلا وایستادم که دوروبرم چند تا کارگر مشغول نقاشی هن. آره کارن دقیقاً مثلا محیط کاره و بعد مثلا من چون دارم کار میکنم اینا موزیک منو میشنن. آره اول که میان اول مثلا با موزیک یه خورده سعی میکنن برقصن یه حالتی مثلا این به این شکل، ولی در انتها اینا رنگو میپاشن روی من.